سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. سید محمد حسینی بهشتی، متولد دوم آبان 1307 در اصفهان، سیاستمدار و فقیه ایرانی و دومین رئیس دیوان عالی کشور پس از انقلاب ایران در سال 57، نخستین دبیر کل حزب جمهوری اسلامی و نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بود. گاهی از او به عنوان نظریه پرداز ولایت فقیه نام برده میشه. او از جمله افراد نزدیک به روح الله خمینی و از هواداران تشکیل حکومت اسلامی در ایران بوده و نقش بسیار مهمی در استقرار جمهوری اسلامی در ایران داشته. پدرش سید فضل الله مردی روحانی و از مدرسین حوزه علمیه اصفهان بود و گاهی برای برپایی نماز جماعت به روستاهای پیرامون میرفت. او در 4 سالگی به مکتب رفت، سپس به دبستان دولتی ثروت که بعدها 15 بهمن نامیده شد وارد شد. در امتحان ورودی دبستان در کلاس ششم پذیرفته شد، اما به علت اینکه سن کمی داشت در کلاس چهارم نشست. در آزمون‌های پایان دوره دبستان در شهر دوم شد و به دبیرستان سعدی رفت. پس از شهریور 1320 در سال دوم دبیرستان همکاریش با شاگردان مدرسه‌های دینی بیشتر شد و به طلب شدن علاقه پیدا کرد. سرانجام در سال 1321 و در سن 14 سالگی دبیرستان را رها کرد و به مدرسه صدر بازار رفت. او در سال 1321 وارد مدرسه سعد شد و پس از آموختن زبان و ادبیات عربی، منطق، کلام و سطوح فقه و اصول در سال 1325 راهی قم شد و به مدرسه حجتیه رفت. در قم خارج فقه و اصول رو نزد سید محمد محقق داماد و روح الله خمینی فرا گرفت. در کنار تحصیلش در قم همانند اصفهان تدریس هم می‌کرد و درآمد زندگیش رو از این راه برآورده می‌کرد. در سال 1327 دیپلم ادبی رو با شرکت در آزمون متفرقه گرفت و به دانشکده علوم معقول و منقول یا دانشکده الهیات و علوم اسلامی کنونی در دانشگاه تهران وارد شد. گواهی کارشناسی رشته معقول، فلسفه و حکمت اسلامی رو در سال 1330 از دانشگاه تهران دریافت کرد. بهشتی بعد از گرفتن کارشناسی تصمیم داشت برای یادگیری فلسفه غرب با بورس تحصیلی که در اون پذیرفته شده بود به اروپا بره. در آن زمان او در کلاس‌های فلسفه در گفتگوهایی که میشد اشکال می‌گرفت، با استاد جدل می‌کرد و استاد هم به همان شیوه پاسخش را می‌داد و گاه حتی پرسش و پاسخ‌ها به داد و فریاد کشیده می‌شد. به همین دلیل از فلسفه اسلامی ناامید شده بود. در همین دوره محمد حسین طباطبایی از تبریز به قم آمد. بهشتی به این استاد جدید هم امیدی نداشت و فقط به دلیل پافشاری دوستش مرتضی مطهری در یک جلسه از کلاس‌های او حاضر شد. پس از کلاس اشکالی که به درس او داشت به او گفت. طباطبایی با دقت به حرف او گوش کرد و با او با آرامش و بدون تعصب و تندی بحث کرد. این برخورد طباطبایی روی بهشتی اثر ژرفی گذاشت، به گونه ای که او از آموختن در خارج از کشور پشیمان شد و به قم بازگشت. در سال 1335 دوره دکترای خودش رو در رشته فلسفه آغاز کرد، اما با توجه به سفر به آلمان نتوانست به موقع دوره رو به پایان برسونه و سرانجام در سال 53 از پایان نامه دکترای خودش به نام مسائل مابعد طبیعه در قرآن دفاع کرد. هرچند که در سالهای 1329، 30 و 31 در گرد همایی ها و نشست های سیاسی نهضت ملی شدن صنعت نفت در تهران و اصفهان شرکت می کرد، اما به گونه پیگیر تلاش های خود به رهبری روح الله خمینی در سال 1341 و با تشکیل کانون دانش آموزان قم به همراه محمد مفتح آغاز کرد. پس از سخنرانی او در جشن روز مبعث در دانشگاه تهران، هسته پژوهشی برای پژوهش پیرامون حکومت اسلامی تشکیل شد. او به دستور ساواک از قم به تهران فرستاده شد و در اونجا با هموندان هیئت‌های مؤتلفه اسلامی ارتباط برقرار کرد. با پیشنهاد شورای مرکزی مؤتلفه، سید روح الله خمینی برای این گروه شورای روحانیت و فقاهت تعیین کرد که محمد بهشتی به همراه مرتضی مطهری، محی‌الدین انواری و مهدی مولایی تشکیل دهنده اون بودند. در سال 1343 کار ساختمان مسجدی در هامبورگ که ساخت اون با حمایت سید حسین طباطبایی بورجردی و هزینه شاه آغاز شده بود رو به پایان بود. به دلیل بازگشت محمد محققی، نماینده سید حسین طباطبایی بورجردی به ایران، مسلمانان هامبورگ از مراجع قم برای مسجد درخواست روحانی کردند. محمد هادی میلانی و مرتضی حائری بهشتی رو برای این کار انتخاب کردند
از سوی دیگر به دلیل جانباختن نخست وزیر حسن علی منصور به دست فدایان اسلام و نقش شاخه نظامی هیئت‌های مؤتلفه در اون، دوستان بهشتی به دنبال خارج کردن او از کشور بودند. نخست ساواک از صدور گذرنامه برای این سفر جلوگیری کرد، اما با تلاش سید احمد خانساری این مشکل برچیده شد و او در اسفند سال 43 به آلمان رفت و در شکل‌گیری مرکز اسلامی هامبورگ و اتحاد انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا ایفای نقش کرد. در این مدت به سفر حج رفت و سفرهایی هم به ترکیه، سوریه، لبنان و عراق برای آشنایی با تلاش‌های اسلامی و دیدار با موسی صدر و روح الله خمینی انجام داد. در سال 1349 سفری به ایران داشت که در اون سفر از سوی ساواک ممنوع الخروج شد و اقامت 5 ساله او در آلمان پایان یافت. پس از بازگشت به ایران دوباره در آموزش و پرورش مشغول به کار شد و سپس به عنوان کارشناس ارشد در کتاب‌های علوم دینی در سازمان تدوین کتاب‌های درسی ایران اشتغال داشت. سید محمد بهشتی سرانجام در سال 49 به ایران بازگشت و به فعالیت‌های علمی، فرهنگی و سیاسی روی آورد. در این مدت چند بار توسط ساواک بازداشت و روانه زندان شد. در آذر ماه سال 57 به دستور امام خمینی شورای انقلاب اسلامی را تشکیل داد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیوسته به عنوان ایدئولوگ و لیدر در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی به فعالیت می‌پرداخت. سید محمد بهشتی حزب جمهوری اسلامی را با هدف تربیت و شناسایی نخبگان سیاسی فرهنگی بنیانگذاری کرد. او در تدوین قانون اساسی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان ایفای نقش کرد. سید محمد بهشتی بعد از استعفای دولت موقت در سال 58 مدتی به عنوان وزیر دادگستری و بعد از طرف امام خمینی به ریاست دیوان عالی کشور منصوب شد. سید محمد بهشتی در سال 31 ازدواج کرد که حاصل این پیوند 2 پسر و 2 دختر بود. همسر شهید بهشتی عزت الشریعه مدرس مطلق بود. فرزند او سید علیرضا حسینی بهشتی عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، دبیرکل جمعیت توحید و تعاون و از بازداشت شدگان نارامی‌های انتخابات ریاست جمهوری دهم است. سید محمد رضا حسینی بهشتی دیگر فرزند شهید بهشتی، دانشیار فلسفه دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان هنر است. ملوک سادات بهشتی، دختر شهید بهشتی، استادیار پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است. سید محمد بهشتی با داشتن آثار بسیار با شکوه و بیمانند خود نه تنها در کشور ایران از محبوبیت بسیار زیادی بهره‌مند باشه، بلکه در کشورهای اسلامی هم جز افراد شناخته شده به حساب بیاد. از مهمترین آثار شهید بهشتی می توان به آموزش مواضع از حزب چه می دانیم، بانکداری و قوانین مالی اسلامی، ربا در اسلام، خدا از دیدگاه قرآن، محیط پیدایش اسلام، بهداشت و تنظیم خانواده، حق و باطل، اقتصاد اسلامی و ویژگی های انقلاب اسلامی نام برد. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت می کنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.